بینندگان عزیز سلام، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز جمعه آخرین روز ماه اکتبر 31 اکتبر 2014 و برابر با 9 آبان ماه 1393 با هم هستیم، برنامه کانون آوا رو تقدیم شما میکنیم. اوقات بهتری داشته باشید. شما هم اگر جز به افرادی هستید که از سازمان مجاهدین جدا شده و حرفی برای گفتن دارید، با این دوستان تماس بگیرید تا ترتیب برنامه‌ای داده بشه تا شما هم بیاین حرف‌های ناگفته خود را که سال‌های سال در سینه نگه داشته اید با دیگران، با بینندگان به اصطلاح در میان بگذارید و بذارید اونها هم نظرات شما و آموخته‌های شما و تجربه‌های شما رو بشنون. امروز با آقای علی جهانی هستیم. ایشون قبلا هم در برنامه‌های ما شرکت کردن، ویدیوهاشون موجود هست هم در کانون آوا، آوا خط فاصله association.de، هم در صفحه بایگانی تلویزیون مردم که اونجا روی لوگوی کانون آوا وقتی کلیک کنید میبرتون به اونجایی که ویدیوهای اینها رو در یوتیوب میبینید. موضوعی رو که امروز ایشون برای من و شما در موردش صحبت میکنن، اهداف سازمان مجاهدین خلق از راه انداختن بحث انتخاب شورا، انتخابات یا انتخاب شورای مرکزی است و فیلمی هم کانون آوا و دوستان ارسال کردند که اون رو هم یا در وسط یا در میان صحبت‌های آقای جهانی و آقای تاجبخش می‌ذاریم یا در قسمت آخر. اول اجازه بدید که من به مهمانمون سلام کنم، بهشون خوش آمد بگم و میکروفون رو تحویل آقای جهانی بدیم و من هم مثل شما پای صحبت‌های ایشون بشینم. آقای جهانی سلام، خیلی ممنون که با ما هستید. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جهان. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای سوربی و بینندگان عزیز و بینندگان عزیز و شنوندگان محترم تلویزیون مردم. در خدمت شما هستیم و اگر چیزی نداریم من مطالب اون صحبت. بله لطف کنید در رابطه با اهداف سازمان مجاهدین خلق از راه انداختن بحث انتخابات صحبت کنید. من یه قسمتی از اون ویدیو رو دیدم و برای من خیلی جالبه که این انتخابات هنوز در قرن بیستم اینها به صورت مجمع عمومی اجرا میکنن و میگن هر کی موافقه دستشو بالا کنه، خب همه مجبورن دستشونو بالا کنن، هر کی مخالفه دستشو بالا کنه، هیچ کس جرئت نمیکنه دست بالا کنه و بعضی از حضار اونجا میخندن به این نوع انتخابات، ولی هیچ کس به نظر میرسه که جرئت نداره که به اصطلاح اعتراض کنه. من ساکت میشم یه مقداری شما ما رو آشنا کنید با اهداف سازمان مجاهدین و از برگزاری چنین انتخاباتی. بله، خواستم قبل از اینکه وارد بحث اهداف این خیمه شب بازی که سازمان مجاهدین و به طور خاص مریم رجبی راه انداخته تحت عنوان انتخابات، این نگاهی بندازم به انتخابات به سبک فرقه رجبی که واقعا خیلی جالبه. اصولا خب همه میدونن که فرقه ها و گروه های تروریستی اونایی که به خشونت اعتقاد دارن مثلا اعتقادی به انتخابات ندارن و انتخابات تو چیز اونها، دستگاه اونها جایی نداره و علاوه بر این تو این فرقه رجبی نه تنها این انتخابات و چیزای راهلای مسالمت آمیز و از این قبیل چیزا جا نداره، بلکه حتی به طرز خیلی جالب و خنده‌داری به مسخره و به سخره گرفته میشه. من میخواستم در این وارد به چند نمونه اشاره کنم. مثلا همین از موقعی که خود به اصطلاح آقای رجوی اومد دفتر سیاسی سازمان که متشکل از اعضا و کادرهای با سابقه سازمان بود منحل کرد و خودش رو رهبر عقیدتی این سازمان چیز کرد، معرفی کرد بدون هیچ انتخاباتی، بدون هیچ رأی‌گیری،
بعد از مدتی خب اومد بازم با همین شیبه خانم رجبی، مریم رجبی رو به عنوان مسئول اول سازمان انتخاب کرد و گفت که این مسئول اول انتصاب کرد در واقع. یعنی بخواستم بگم که انتخابات یا انتصابات تو این سازمان اینجوریه، مثلا خب توی اروپا، تو حتی آمریکا که شما تشریف دارید، اونجا بالاخره دو تا حزب میان کاندید، دو تا حداقل مثلا برای ریاست جمهوری دو تا کاندید میدن. اینا تو انتخابات اولا که تو هر حزبی چند نفر میان کاندید میشن، تو یه نفر تو یه حزب مشخص میشه، بعد با اون دو تا حزب با هم میان، دو نفر میان رقابت میکنن، تبلیغات میکنن، بعد یکیشون رأی میاره. توی سازمان اینجوری نیست. توی سازمان میان مثلا مریم رجبی میان مسئول اول میخواد، میگه نشست میذارن، بعد میمد میگفت که مریم مثلا میگه که نظرش اینه که فلانی مسئول اول بشه، موافق داریم، مخالف داریم، با صدای خشن و تون میگه کسی جرئت نمیگه که تو نظر مخالف نظر رهبری و مریم رجبی و مسئول رجبی بده. بعد میگه موافق، همه دوتا دستشون بالا میبردن علامت به اصطلاح چیز موافقت. مثلا یا میومدن یه تعداد رو میخواستن به عنوان شورای به اصطلاح رهبری سازمان انتخاب کنن، میومدن میگفتن این تعداد معرفی شدن، ما و من و مریم نظرمون اینه، بعدش هم با هم شیبه میگو مخالف داریم، کسی جرات نمیگه. من حتی یادمه توی این مورد توی نشستی یکی به نام احسان امین الرعی قسمت تبلیغات سازمان کار میکرد، با به اصطلاح انتخاب خانمی به نام حشمت سریری برای شورای رهبری مخالفت کرد. چنان بلایی نشست سرش آوردن که یارو از رأیش منصرف شد و رأیش رو پس گرفت و موافقت کرد و بعد با همون شیوه باز مسئول رجبی اومد و رأی گیری کرد به اصطلاح خودشون و خانم انتخاب شد با اتفاق آرا. یا بازم تو یه نشستی بازم یادمه تو همین رأی گیری ها اسامی رو اعلام کردن به اصطلاح قبل از اینکه رأی گیری کنن، همه میگفتن مبارک مبارک، بغل دستی من که چرت میزد بلند شد یه دفعه از صدای بلند این شعار مبارک مبارک بلند شد، گفت چه خبره؟ گفتم چی؟ گفتن مبارک. گفت چی مبارک؟ گفتم نمیدونم، فقط قرار شعار بدیم مبارک. یعنی قبل از که حتی این رأی گیری فرمالیستی هم انجام بشه باید همه مثلا شعار میدادن که یعنی تموم شده است. یعنی یه چیز واقعا خنده داری مثلا اینجوری انتخابات به اصطلاح دموکراتیک و آزادانه تو سازمان مجاهدین برقرار میشه. یعنی میخوام بگم که واقعا به طرز خیلی خنده داری بقول شما دو دوران قدیم هم دست بلند کردن میمادن رأی گیری میکردن و اینا. خب اونم باز یه به اصطلاح یک نمادی یه چیزی به اصطلاح دموکراسی داشت توش، ولی اینا چیزی نیست، یه چیز واقعا فرمالیستی و واقعا شکلی است. این شیبه های مثلا تو این رابطه میخوام بگم که مریم رجبی شعارهای توخالی و با این خیمه‌شب بازی هایی که انجام میده واقعا هیچ چیزی نداره، فقط میخواد چی؟ خودش رو در خارج مدره نشون بده. در اینجا میخواستم چند اون از شعارهایی که ایشان شعارهای توخالی تو این مدت دادن به طور خاص مریم رجبی خیلی جالبه و برای من میخواستم چند اونش براتون اینجا اشاره کنم اگه اجازه بدید. این مریم رجبی وقتی که به اسلام مسئول رجبی اینا به عنوان مسئول اول و بعدش هم رئیس جمهور مادام العمر برگزید توسط اون شورای به اسلام دستازش اومد بودن که کسی خبر داشته باشه چجوری رأی گیریش رو به اتفاق آرا و اینم رئیس جمهور شده اونم مادام العمر. ایشون بعد از اون داستان انقلاب کذاییش که به اصطلاح انقلاب ایدئولوژیک هم ازدواج خودش طلاق و ازدواجشون اسمشو گذاشتن انقلاب، اومده بود میگفت که من
مهوش سپهری رو به عنوان به اصطلاح همردیف خودش، همردیف مسئول اول انتخاب کرد و اونو اسمش هم یکی از بندهای انقلاب بودش، بنده هه اونم همردیف. بعد جالب بود، میگفت میخوام 1000 تا همردیف درست کنم از زنان این ارتش. حالا کل آماری که تو این ارتش به اصطلاح آزادی بخشش از زنان هست تو زمان صدام کلش 900 نفر بودن. حالا از این 900 نفر تقریبا خودشون که آماری دادن خود به 600 نفرشون تو شورای به اسلام شورای ملی مقاومتشون هستن. بعد تعدادی کشته شدن، تعدادی فوت کردن، تعدادی جدا شدن رفتن ایران یا اومدن کشورهای اروپایی. حالا فرض میکنیم 1000 تا. خلاصه این میگم 1000 تا همردی میخوام درست کنم. بعد اومدیم جلو که همون یه دونه همردی هم گروه درست کرد، معلوم نشد که این خانم الان کجا از چه سرنوشتی داره، هیچ خبری ازش نیست. این از یکی از شعارات. یا نمونه دیگه شعارا، این میخواست بعدش اومدن جلوتر گفتن میخوایم شورای رهبری سازمان رو گسترش بدیم تحت عنوان بند شین از انقلاب. بعد اومد میگفت میخوام صفی تا تهران از این شورای رهبری درست کنم. ما که بودیم آقا به فرض گیریم 1000 نفر باشه، هر نفرم 10 متر هم بگیرن میشه 10 کیلومتر از عراق تا با تهران صف نمیشه گیره. مثلا همه به این شعارهایی که اینجوری مثلا این فیل هوا کردن و این شعارهای توخالیشون واقعا خنددار بود و همه میخندیدن به این چیزاشون. یا همینطور اومدیم جلوتر، اومدیم میگفت که تمام بعد سرنگونی ساعتا میگفت تمام دنیا به جنب اشرف از جاش تکون نمیخورد. ما دیدیم که نه تن دنیا تکون نخورد، اشرف تکون خورد و به قول خودشون با توسعه خانم هیلاری کلینتون وزیر وقت وزیر خارجه وقت آمریکا ایشان موافقت کرد که اشرف تکون بخوره، بدون اینکه تکون بخوره دنیا. بعدش دید که اشرف هم تخلیه کرد و مجبور شد تخلیه کنه و از دست داد. تو پارسال بود تو مراسم همین سال روز ترور و خشونت اومده بود میگفت که بخواییم 1000 تا اشرف درست کنیم. شما که همون یه دونه اشرف رو ندرسین چیز کنین. کلن خانم رجبی بکنم علاقه وافری دارم به این عدد 1000. الانم این اواخر اومدن دوباره یک فیل دیگه عوا کردن به نام انتخابات شورای مرکزی، طبق نامه‌نگاری هایی که بین خودشون و اون زهره اخیانی، خانم زهره اخیانی مسئول فرمالیستی مثلا اولشون اومده که شما باید از 1000 تا زنی که هنوز هم 1000 تا نوسته هم نیستن، 1000 تا زن 1000 تا شورای مرکزی درست کنید. یعنی مثلا تو میگم دیگه، مثلا تو فرض کن انتخاباتی باشه که 1000 نفر بخواد، مثلا تو انتخابات مجلسی که میذارن مثلا 1000 نفر که بخوان 2000 نفر کاندید بشن حداقل که نصفش رای بیارن. اینجا مثلا 1000 نفرن، 1000 نفرشون باید رای بیارن، اونم به اتفاق آرا بدون مخالفه. این از انتخابات ایناست که آره ما میخواییم 1000 تا چیز کنیم شورای مرکزی. حالا اینا یادشون رفته که قبلا تو سال 70 بود فکر کنم، 70 خورشیدی، اینا یش بعد از اینکه همه کادرهای باسابقه و مردان کادرهای باسابقه سازمان خلع رده کردن و همه مسئولیت ها رو به زنا دادن، خب که خیلی هاشون مسئله دار شده بودن به قول خودشون و مخالفت میکردن، اینا رو آوردن توی یک مجمعی به قول خودشون و همون شورای مرکزی یه تشکیل دادن سال 70. همشون از مردان بودن، همین مردان با کادرهای با سابقه شون که مسئله دار شده بودن، اینا رو گذاشتن تو شورای. حالا یادش رفته اون شورای مرکزی نمیدونم چی شد و اصلا یاد خبری ازش نشد و فراموش کردن که همچین شورای مرکزی قبلا تأسیس کرده بودن. یا این شورای مرکزی که الان همشون زنان هستن، خب اون تکلیف شورای رهبری چی میشه که همشون شورای رهبری بودن؟ خلاصه شاید هم تو خفا اومدن اون دوتا رو منحل کردن، کردن شورای مرکزی و نمیدونم از این حرف. ولی در مجموع هم میگم که از این شعارهای توخالی و فیل هوا کردن ها در مجموع این توی سازمان زیاده و خیلی هم جالب و خنده داره. اما دلایل این که چرا سازمان
اومده یعنی میاد تو این شرایط در واقع اومده مثلا همچین خیمه شب‌بازی رو انداخته، همچین مناسبات فرمالیستی و فرمایشی رو راه اندازی کرده، به نظرم یک چند دلیل داره. یکی این که خب تو این شرایطی که الان تو عراق وجود داره و کمپ لیبریتی تا خطرش بلازه چیز خطر امنیتی داره و خطر جانی برای نیروها وجود داره و داعش هم رسیده تا نزدیکای بغداد، اینا این میاد اینجوری میخواد به این نیروها بگه که اوضاع امن و امانه، همه چی آرومه و ما الان داریم انتخابات برگزار کردیم، الان تو اوج قله ایم، تشکیلاتمون رفته بالا و هیچ خبری از فروپاشی تشکیلات نیست. یه همچین به قول معروف مصرف داخلی داره و برای روحیه دادن به این نیروهایی که روحیهشون رو باختن و بالاخره وارفتن و الان تو کمپ لیبرتی منتظرن که منتقل بشن، به اینجوری میخواد به اینا بگه نه ما اینجوری نیست و تو اوج قله ایم، الان هم شورای مرکز داشتیم، الان تو اوج قدرت تشکیلاتی هست. یکی دیگرش هم اینه که میخواد مثلا به مردم ایران به افکار عمومی برای فریب افکار عمومی مردم ایرانه که مثلا بگه که آره ما اینجوری داریم به زنان بها میدیم، رهایی زنان تو اندیشه ما هست و اینجوری مثلا قابل مثلا بنیادگرایی هستیم، زن ستیزی هستیم، از این حرف و از این شعاره تو چی میگم کردم تراب و پوچ و تو خالی. یکی هم برای به نظر من دلیل دیگرش هم برای به اصطلاح مدر نشان دادن خودشون تو خارج کشور و تو کشورهای اروپایی، داره ما دموکراتیک هستیم، ما نمیدونم خشونت طلب نیستیم، ما به انتخابات منتقدیم، اینم انتخابات کردیم، اینجوری شورا تشکیل دادیم، همه چی با ما شورایی و از این حرفا، که خب اینم برای فریب افکار عمومی تو کشورهای خارجیه. یکی هم برای اینه که مثلا شاید به دولت جدید عرب میخواد پیام بده، به نظر خودم دلیل دیگرش اینه که پیام بده به حیدر العبادی که آره ما از عرب نمیخوایم بریم، تازه شورای مرکزی تشکیل دادیم، تازه میخوایم اینجا چی تصویب بشیم و ادامه کار بریم. در مقابل چند وقت پیش بود کنم آقای عبادی رفته بودن ایران و موضع‌گیری کردن علیه ایشان و گفتن که این گروه توریستی تو عراق جا نداره و باید منتقل بشه از عراق به کشورهای سالس. اینا اومدن اینجوری به نظر خودم یه به اصطلاح شاخشونه میکشن در مقابل نظرات این دولت و اینکه خواسته این مردم عراق که باید این گروه خاک عراق رو تخلیه کنه. و اما حالا میخواستم به اهداف این چیز به اصطلاح این نمایش انتخاباتی که دارن بپردازیم. و انتخابات اینا گفتم اهدافشون همینا بود که گفتم که بس یکی مصرف داخلیه برای گول زدن و فریب نیروهای داخلی و اونها رو به این شیوه سرگرم کنم و بختر و خاص زنان رو که آره هیچ خبری نیست و همه چی امن امانه، ما داریم جلو میریم. یکی هم گفتم مصرف برای فریب افکار عمومی تو ایرانه که آره خودشون رو نشون بدن طرفدار زنان هستن، مترقی هستن، رهایی زن تو دستگاهشون جا داره و از این حرف در صورتی که همچین چیزی وجود نداره و شعاری بی محتوا پوست خالیه. یکی هم همین یکی دیگر هدفشون هم گفتم همین به اصطلاح شاخشونه کشیدن در مقابل سیاست‌های دولت جدید عراق که سرلوحه‌اش مبارزه با تروریست است، از جمله همین اخراج این گروه تروریستی از عراق هست. و یکی هم برای اینه که خودشونو تو خارج کشور مدرن نشون بدن برای فریب افکار عمومی تو کشورهای خارجی و اینکه این همه تو دنیا محکوم شدن به خاطر نقض فاحش حقوق بشر و برای پوشاندن این نقض فاحش حقوق بشر رو به اینکه یک گروه خشونت طلب هستن برای فریب افکار عمومی چنین چیزی رو میکنن، چنین خیمه‌شب‌بازی رو راه انداختن. خب اهداف
ولی یه نکته دیگه میخواستم تو اینجا بگم، دلایلی که وجود داره میتونه به اصطلاح از نظر من وجود داشته باشه که چرا اینها به این شیوه انتخابات میکنن و چرا اصلا به انتخابات اعتقادی ندارن. خب یکیش اینه که خب گروهی هستن فرقه‌گرا، اصلا گروه فرقه‌گرا و اندیشه فرقه‌گرایانه که دارن و اعمال و افکار فرقه‌گرایانه که دارن هیچگاه نمیتونن تن به یک انتخابات سالم و آزاد بدن. دوم اینکه اینا یک گروه تروریستی و خشونت طلب هستن و همه چی رو از لوله سلاح، داخل لوله سلاح میبینن و همه راحل رو اونجا میبینن و هیچ موقع به راه‌های مسلمانتومیز اعتقادی نداشتن و ندارن، چون که چرا که میبینیم هر ساله دارن تا همین پاریس سال روز ترور و خشونت رو گرامی میدارن، هرچند مجبور شدن که ترک خاک کنن و ترک سلاح کنن، حالا سلاح بشن به اجباری، ولی هیچ موقع از مشی مبارزه مسلمانه دست نکشیدن و همیشه معتقدن و همیشه منتظر هستن که یه روزی بتونن دوباره سلاحاشون رو از دست بگیرن، در دستشون بگیرن و به اقدامات تروریستی قبلی کما فی سابق ادامه بدن. در نتیجه یکی دیگه هم از دلایلی که به نظر من اینا اصلا انتخابات تو دستگاه مجاهدین جا نداره، به خاطر اینه که اینها هیچ ایمان و اعتقادی به تغییر ساختار، کلان به تغییر اعتقاد ندارن. ببینی اگر بخوان اینا به یک انتخابات آزاد تن بدن، اولین کسی که از دور این سازمان و این مناسبات باید خارج بشه خود رهبری سازمان است که خودش رهبر عقیدتی مادام نوم کرده و دوم خود مریم رجبی که دوزون رئیس جمهور مادام نوم است. اگر یه انتخابات آزاد و سالم بذارن، اولین کسانی که باید از دور خارجشن اینا دوتان، بنابراین اینا هیچ موقع نمیخوان تن به همچین چیزی بدن. از اون طرف توی تناقضی هم گیر کردن که خودشونو تو دنیا میخوان مدرنشون بدن و به اصطلاح یک گروهی که خواهان دموکراسی هست و خواهان یک حکومت دموکراتیک در ایران، و میان تو این تناقض بین این دوتا، از اون طرف اعتقادی ندارن، از اون طرف هم میخوان به اصطلاح خودشونو مدرنشون بدن، توی تناقض میان توی یک نمایش مسخره و واقعا خنددار میان یه همچین انتخاباتی رو برگزار میکنن به اصطلاح انتخابات. آخه کجای دنیا انتخابات مثلا میان یه مسئول اول انتخاب کنن یک کاندید داشته باشه، یک مسئول اول نکنه یک کاندید داره، بعد کجای دنیا همه مثلا تو تبلیغات میان اول قبلش معرفی میشن، بعدشن میان من رقابت میکنن، رقابت های تبلیغاتی دارن، نمیتونن چیز دارن، بعد میان انتخابات میذارن، بعد رایگیری میشه، اینقدر موافق، اینقدر مخالف، اینقدر ممتنع، یکی انتخاب میشه با اکثریت آرای. اینجا اولا که یک کاندید بیشتر نیست، دومان همه هم باید به اتفاق آرا رای بدن. این همچین انتخابات اصلا این معنی مفهوم نداره، اصلا واقعا خنده داره. اینه که تو سازمان مجاهدین همه چیز واقعا عجیب و غریبه و اینم از انتخاباتی که تحت عنوان شورای مرکزی سازمان برای به اصطلاح فریب زنان و مردان بیگناهی که تو اون کمپ لیبرتی گرفتار شدن برگزار شده است. تو این زمینه میخواستم، برای من خیلی جالب بود، میخواستم اشاره کنم که کلن سازمان مجاهدین همونجور که شما هم تو اشاره کردین، اینها هیچ اعتقادی به خانواده و به آزادی و به دموکراسی و به ایزای مرسوم دنیا اعتقادی ندارن. و چرا که همینجور که میدونید، مثلا الان شما هم اشاره کردیم، واقعا تاسف‌بار بود، مثلا این مادری به خاطر اینکه بیاد بچهش رو ببینه نتونست ببینه و فوت کرده و واقعا دلخراشه. اینا هیچ اعتقادی به مردم ندارن، علی‌رغم که شعار میدن مثلا ما طرفدار خلقیم، بذاریم برای خلق قهرمان مبارزه میکنیم و به دروغ سنگ
خلق قهرمان ایران را، مردم ایران را به سینه می زنن، ولی هیچ اعتقادی نه تنها به مردم ایران ندارن، بلکه کاملا در مقابل مردم ایران قرار گرفته اند و دارن اینطوری همه چی رو به سخره می گیرن. توی این زمینه مسائل زیاد هست و من اگر شما سوالی ندارید به ادامه صحبتان بپردازم. در رابطه با سفر العبادی به ایران، جایی شما دیدید که آقای رجوی یا خانم رجوی یا سازمان مجاهدین رسما به اصطلاح بیانیه‌ای یا چیزی بنویسن؟ من ندیدم تا کن. تو من خودم ندیدم تا الان رسما، ولی خب اینا تو موضع‌گیری هایشون قبلا هم گفتن، توی مطلبی نوشته بودن، مقاله‌ای که از این هواداراش نوشته بود که عبادی هم از حزب دعوه است و نمیدونم یک بیوگرافی ازش نوشته بود که در مجموع نشون میداد که مثلا اینا با این زیاد چیز نیستن، موافق نیستن، ولی خب هنوز رسما اعلام نکردن. ولی همین اعمالی که نشون میدن که ما نمیخوایم از عراق خارجیم، در صورتی که این دولت هم نظرش اینه که اینها باید از عراق خارج شن، اخراج شن و برن دنبال زندگیشون و کشور عراق رو ترک کنن. خب این مقابل این نظرات دولت عراق وایستدن، خب این هم خودش نشانگر اینه که اینا مخالفه اینن و هرچند تا حالا نتونستن طور مستقیم چیزی بگن، ولی هنوز تو اطلاعیهاشون مثلا میگن نیروهای مالکی که رفته، میگن نیروهای مالکی مثلا مانع تانکر سوخت شدن، مانع این شدن کلاه خود به نمیدونم نیروهای ما برسه. از این موارد زیاد دارن. آقای جهانی، یکی از دوستان نوشته که آقای جهانی کم لطفی میکنن که میگن یک کاندید وجود داره، کجای دنیا میبینید انتخابات اینجوریه؟ بیشتر افراد دیکتاتور به همین صورت نمایش مسخره ای را میندازن، از جمله آقای صدام حسین که تنها کاندید رئیس جمهوری بود، بعد هم با افتخار اعلام میکنن که 99% یا حتی 100% آرا رو هم آوردن و جشن هم میگیرن و به اصطلاح باز به اون دیکتاتور بودن خودشون ادامه میدن. بله، من منظورم کجای دنیا، تو دنیایی که دنیای واقعی، دنیایی که دموکراتیک است، دنیایی که اعتقاد بده به دموکراسی منظورم بود. خب آره، دولت‌های دیکتاتور مثل دولت بشار اسد که همین الان هست، یا محمد قذافی بود تو لیبی، یا همین صدام که سرنگون شد، اینا خب دولت‌های نرمالی نیستن که، اینا یه دولت‌هایی هستن مثل رجبی هم مثلا صدام هم میگفت تنها دوست ماست دیگه، تنها دوستش بود اینا. آره، مثلا یا کره شمالی که یک نفر بیشتر نیست، اونم که فوت کرد باید پسرش بیاد مثلا سلطنتیه، اینا چیزای نرمالی نیستن. و من منظورم دنیای نرمال، دنیای آزاد، دنیای که اعتقاد به واقعیت‌ها داره و دنیای واقعی که ما ترش به سر میبریم، انتخابات معنی و مفهوم خاص خودش داره. اینا انتخابات نیست، اینا یه چیز فرمالیستی و یه چیز واقعا خنده‌داریه که تو سازمان هم این رسم به عنوان انتخابات. من منظورم این بود از دنیای واقعی که ما ترش به سر میبریم، انتخاباتی که اینا دمازش میزنن هیچ جایگاهی نداره و یه چیز بی‌معنی و پوچ و خنده‌داری بس. بله، ایشون هم به شوخی اینو عنوان کرده بود به حالت طعنه. بله، بفرمایید. منظورم اینه که اینها، آره من داشتم میگفتم از این شعارهایی که میدادن، مثلا یکی از شعارهاشون این بود که ما میخوام از این شعارهای رهبری صفی تا تهران درست کنیم. ما همونجا با یکی از بچه‌ها داشتیم میخندیدیم و صحبت میکردیم، میگفتیم خب اینا بخوان چطوری از اینجا تا اونجا یه سر درست کنن، آخه مگه میشه؟ بعدن که یک سری از اینا جدا شدن رفتن
از همین شورا رفتن ایران، رسیدم که اومدن تا همین اروپا، بعد با اون دوستمون صحبت میکردیم، میگو برای این صفحه که میگفتن دو شاخش رو، یک شاخش تا تهران رفت، این شاخش هم اومد اروپا. منی داشتیم به مسخره میگفتم، شما اشاره کردیم تو اول صحبتتون که اینها به اصطلاح میخندن اونجا وقتی که دستاشون رو بلند میکنن، واقعا هم همینجوری بود. مثلا این چیزها اینجا ملت میفهمیدن که اینا یه چیز مسخره و بی محتوایی هست، ولی خب جرأت اینو کسی نداشت که اظهار مخالفت بکنه، چون بعدش هم باز مثلا طرف حسابش با زندان شدن و رفتن به ابو غریب و بعدش هم هزار تا شکنجه و نمیدونم از این هزار تا بلا سرش می آوردن و از این حرفا بود، مجبور بودن که به سکوت به قول خودشون به اتفاق آرا رأی بدن. بعد تو این زمینه یا مثلا همین عدد هزار که میگن، مثلا من میگفتم آخه اینا همش کل آمارشون 900 نفر بودن، بعد 600 تاشون شورای مثلا ملی مقامات بودن، بعد کلی هم فوت کردن، کلی هم کشته شدن تو این درگیری ها و این برانور، چجوری باز هزار تا از اینا میخواد هزار نفر در بیاره؟ یعنی مثلا واقعا یه چیزای دور از واقعیت و خنده‌داری. به خود خانم رجبی هم که بهتر از اینو میدونه، همه میدونه که این یه چیزی تو دنیای بیرون که اصلا واقعی نیست و خنده‌داره و هیچ کی قبول نمی‌کنه اون چیزا رو، ولی خب خاطر اون اهدافی که گفتم میخوان این خیمه شبازی رو راه بندازن و خودشون رو اینجوری سرپا نشان بدن و نشان بدن که ما هنوز سرپاییم و به قول معروف در آستانه فروپاشی قرار نداریم که هیچ، در اوج و قله ایم و داریم پیشرفت میکنیم، و اینکه حکومت ایرانه که تو سراشیبی قرار داره و داره سقوط میکنه، ما نمیدونیم از سال 60 این حکومت میره تو سراشیبی و هیچ خبری از سقوط نیست، و این کسی که سقوط میکنه خودشون هم و من هیچ علایمی از اون اون طرف ندیدیم. بله، یکی دیگه از چیزایی که من میخواستم بگم راجع به خود این رهبری سازمان بود، موضوعی که میخواستم بگم، من میخواستم بگم که واقعا اگر اینها اعتقادی دارن به انتخابات و به تغییر، به قول خودشون هیچ صحبت از تغییر و تغییر، این خانم رجبی همش تو این مسافرتاش از این ور اون ور صحبت از تغییر حکومت و تغییر نمیدونم ساختار میده، اگر اعتقادی بدارم واقعا این رهبری سازمان چرا هنوز تو مخفیگاه به سر میبره و چرا نمیاد یک روزی بیاد بیرون بگه آقا من میخوام این ساختار تغییر کنه و بیاد از گذشته خودش فاصله بگیره و خودشو، اگر واقعا انتخابات واقعی اعتقاد دارم، باید یه روز بیاد خودشو به اصطلاح پاسخگو بدونه و بگه که این مسیری که تا حالا اومده اشتباه بوده، از روز اول رفتن به عراق و نمیدونم اون تشکیل ارتش به اصطلاح آزادی بخش رو که ارتش کوچکی در خدمت صدام بود و اون شرکت در جنگ ایران و عراق علیه مردم ایران و اون اعمال تروریستی و اون کشت و کشتارهایی که تو اشرف و تو دیبیریتی شده که باعث بانی اصلیش خودشون بودن که با تحریک نیروهای عراقی یا گروه های تروریستی این فجایع رو با وجود آوردن، بیاد پاسخوی اینا بشه و بیاد واقعا کم به یک انتخابات آزاد بده و باعث بشه که به اصطلاح اون سازمان از اون صفت فرقه‌گرایانه و تروریستی در بیاد و یه به صورت گروه های اپوزیسیون داخل خارج کشور به صورت آزاد و به اصطلاح آزادانه تو کشور اروپایی فعالیتش رو بکنه به صورت نرمال. اگر واقعا اعتقاد دارن باید به روزی اینجوری بشه. حالا ما سومیم چرا آقای رجبی تو این شرایط، این با
نفسا. واقعا اگر تو اوج ولن، واقعا این همش تو پیروزی هستن، همش به قول خودشون دستگاه پیروزی شمارشون هی داره کار میکنه، تکون بخوری پیروز میشن، جشن میگیرن و از این حرفا. پس چرا واقعا این شرایط دیگر مخفی شده؟ چرا نمیاد بیرون؟ چرا نمیاد خودش نشون بده و تو این پیروزی که خودش به قول خودشون ایجاد کرده شرکت کنه؟ یعنی واقعا سوالیه که برای همه هست، تو اصلا همه اون نیروهایی هم حتی که تو داخل مناسبت هستن هستن، که تو این شرایط چرا خانم آقای رجبی مخفی شده و چرا نمیاد بیرون خودشو نشان بده؟ و این یکی از دلیل اصلی اینه که این پیروزیایی که اینا میگن، ما شاهد بودیم چند وقت پیش، چند سال پیش که در گروه چیز از لیست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا در اومدن، جشن گرفتن و شادی کردن، آره ما پیروز شدیم، تموم شد، جمهوری مالکی برقرار میشه، اینا جشن میگیرن، پیروز تبریک میگن و همدیگه و جشن میگیرن، میگن آره باعث شما شدیم و پیروز شدیم. یا همین اواخر بود دادگاه یا قاضی پرونده فروشیشون توی فرانسه، این پرونده رو مختومه اعلام کرد، حالا یک اشتباه تاریخی بود از نظر ما. خب اینا این اتفاق کم اهمیت رو جشن گرفتن، پیروزی و خلاصه دستگاه پیروزی شمارشون اینا به کار افتاد و جشن گرفتن و الان هم احتمالا پیروزی تشکیلاتی به دست آوردن. یه دفعه از بین 800-900 نفر زن، 1000 تا زن در آوردن، اونم شورای مرکزی. یعنی الان 3000 نفری که اونجا هستن، حدود 3000 نفر، 8 نفر یه اشرف هم، یک قرارگاه اشرف هم، یکیشون اعتمالا شورای مرکزیه، یکی معاونشه، یکی هم عضو. این 1000 تا اشرفی که میخوان تشکیل بدن، هر اشرف 3 نفر نیرو بیشتر نداره اعتمالا. بعد همین سوال اصلی الان این بود که اگر واقعا اینا میخواستن تن به یک انتخابات بدن، اولین اقدامی که باید میکردن رجبی میمد خودش رو نشون میداد و از گذشته خودش فاصله میگرفت و استعفا میداد و تن به یک انتخابات آزاد میداد و اونجا ساختار حقه گراینه سازمان عوض میشد و یک رایل درست را پیش میره، که این همچین چیزی اصلا به نظر من امکان نداره و هیچ موقع اتفاق نخواهد افتاد. آله در خدمت شما هستیم، اگر سوال چیزی دارین. یکی از دوستان این سوال کرده بود که آیا خبر تازه‌ای هست از آقای رجبی، که اینجوری که شما صحبت کردید به نظر میاد هیچ خبری نیست و ایشون هنوز در مخفیگاه یا یک جای پنهان هست، یا اینکه احتمالاً اصلا فوت شده سالها پیش، یا اینکه انقدر زخمی و مجروح است، یا اینکه دولت آمریکا یه جایی بازداشتش کرده. در هر صورت سوالات زیادی هست، ولی چون هیچ کس خبر نداره به صورت ابهام این پرسش ها میمونه. اگه شما چیزی دارید در این مورد، خبری شنیدید، ویدیو جدیدی، آدیو، میگم که اصلا دیگه این روزا اسم آقای رجبی را هم حتی خود خانم مریم در برنامه ها نمیاره. بله خبری ازش نیست، همونجور که همونجور که خود شما الو صدا میاد؟ بله بله. همونجور که خود شما گفتین هیچ خبری ازش نیست، حتی قبلا هم یه نوارای صوتی هم که ازش پخش میکردن تحت عنوان پیام رهبری، اونا هم دیگه مدتی ازش خبری نیست، هیچ معلوم نیست، توی ابهام به سر میبره همه. من یادم اون روزا که قبل از که به اسلام ایشان تشریف ببرن تو مخفیگاه، این توی نشستی که گذاشته بودن میگفتن که ما وارد یک دوران گذار میشیم، این دوران گذار مثل دوران سال 50 که بود، تا 57 طول کشید که ما سال 50 که ضربه نظامی خورده بود سازمان، 57 که انقلاب شد نظرش بود، این دوران گذار میکنه 7 سال طول بکشه. حالا این دوران گذارش بکنم از 2002 تا الان 12-13 سال طول کشیده، ولی هیچ تمام نشده این دوران گذارش. میکنم دیگه به قول شما هنوز خبری ازش نیست، معلوم دست آمریکایی هاست، یا اینکه فرار کرده به یک کشور دیگه رفته، یا فوت کرده، اینا خبر نمیدن. نمیدونم.
هیچ آثاری ازش نیست. خب اجازه بدید من خدمت دوستان عزیز، مخصوصا اونهایی که طرفدار مجاهدین هستن، اعلام کنم که اگر نظری دارن، پرسشی دارن، صحبتی میخوان بکنن، اونها هم میتونن تماس بگیرن، چه در امروز جمعه 31 اکتبر برنامه زنده، چه در روزهای آینده که این ویدیو هر روز پخش میشه تا هفته آینده جمعه باز برنامه جدیدی باشه، میتونن سوالات خودشون رو مطرح کنن، نظرات خودشون رو بگن. و اگر احیانا مسئولین مجاهدین مایل باشن، میتونن اونها هم مهمان من باشن، مهمان تلویزیون مردم باشن و توضیحات خودشون رو بدن. اگر روزی تصمیم بگیرن این روشی رو که تاکنون داشتن که خودشون فقط در تلویزیون خودشون صحبت کنن و فقط اونهایی رو که به به چه چه میکنن اجازه بدن صحبت کنن، اون رو عوض کنن روش رو و اجازه بدن دیگران هم صحبت کنن، یا به خودشون اجازه بدن که در تلویزیون‌های دیگه و رسانه‌های دیگه هم شرکت کنن، در تلویزیون مردم به روی اونها باز هست. من ساکت میشم، شما اگه صحبتی دارید بفرمایید. این زمینه که گفتید، خب شما طبق آداب رسوم رسانه‌ای خب دعوت می‌کنید، ولی از سازمانی که سازمان مجاهدینی که من می‌شناسم، در واقع درسته که شعار آزادی و دموکراسی و نمیدونم خودش رو مدافع و بشر رو نمیدونم، هیچ اعتقادی به این آزادی در رسانه ها نداره و شما تا حالا اصلا مشاهده نکردید که هیچ که مشاهده نکرده که خانم رجبی بیاد تو یک رسانه های یه چیز کنفرانس خبری که همه رسانه ها آزادانه بیان سوال بکنن شرکت بکنه و هیچ موقع هم به نیروهای دیگرش تحت مسئولیت خودش هم اجازه نمیدن که با رسانه های دیگه مصاحبه بکنن، چون میترسن. و بعد تنها رسانه هم که توش خودشون دارن با اون باید، اونم نفر از قبل باید یک متن را آماده کرده باشن و طرف شورای رهبری یا خود مسئولین بالای سازمان تایید شده باشه اون متن بیان تو یک مصاحبه یا تو یک چیزی که فقط تو چیز تلویزیون خودشون هست انجام بدن. یا مثلا مواردی مثل مصاحبه خانم رجبی با العربیه بود، اونم از قبل مشخص میکنن اون فردی که میاد فرد مطمئن باشه و این سوالا و جوابا از قبل رد و بدل شده باشه و همه چی چک شده و کنترل شده و حساب شده باید باشه. تو این تشکیلات قرون وسطایی سازمان مجاهدین که به شیوه استالینی اداره میشه چنین چیزی امکان نداره و من آره ما خیلی خوشحال میشیم اینها بیان نظراتشون رو بگن، ولی اینا نظرشون رو اینا نظر نمیدن، اینا میگن یه چیزی هست باید اینجوری باشه، بایدیه. تشکیلات سازمان مجاهدین تو سازمان همه چی بایدیه، میگن مریم رجبی باید رئیس جمهور مادن العمر باشه، رهبر عقیدتی باید مادن العمر باشه، باید این تعداد شورای رهبری باشن، همشون هم باید زن باشن، باید ما تو اشرف بمونیم، تو به اصطلاح الان میگن تو لیبریتی، و این محدودیت ها رو براشون ایجاد بکنن و اینجوری جلوی انتقال نیروها سد میکنن و نمیذارن که نیروها دستشون به دنیای آزاد برسه. ما میخواستیم اینجا هرچند توصیه میکنیم و گوشی شنوا نیست، ولی میخواستیم یه بار دیگه بهشون توصیه کنیم، به خانم رجبی، که واقعا دست از سر این نیروهای نگونبخت تو اونجا بردارن و از این نمایش های مسخره و مضحک و خنددار دست بردارن و اونها رو آزاد کنن و بذارن خودشون برای باقی مانده عمرشون و سرنوشت خودشون رو دست بگیرن و آینده خودشون رو خودشون تعیین تکلیف کنن. در این وقت هم جلوی خانواده ها رو سد نکنن و بذارن در آخر عمری مادرها و پدرهای پیر فرزندانشون رو، که خود این فرزندان الان پیر شدن، بالای 50-60 سالن، حداقل با اونا یه دیداری داشته باشن تو این مورد. اگر واقعا تا حالا که خدمتی به خلق نتونستن نکردن و نمی کنن، بلکه همش خیانت بوده، حداقل بیان این خدمت رو به در حق پدر مادرهایی که بچه هاشون اونجا گرفتار هستن بکنن و اونها رو
بیش از این آزار ندن. بله ممنونم. یکی از دوستان نوشته که سوالی که شما کردید که چرا آقای رجبی پیداش نیست و نمیتونه از مخفیگاه خارج بشه، شاید دلیلش این باشه که بسیاری از جدا شدگان در طی این سالیان مطالب مستند و ظلمهایی که در تشکیلات در طی سالیان به آنان روا شده بود را برملا نمودند و خواهان پاسخگویی شده و سران تشکیلات از جمله رجوی را به چالش کشیدند و درخواست پاسخگویی دارند. اولا ایشان باید بگوید به چه دلیل به ناموس مردم و زنان و دختران بیگناه این مملکت خیانت نموده و آنها را از همسران و خانواده هایشان جدا نموده و آنها را به زور تصاحب نموده. پس از آن به چه علت خود را صاحب خون و نفس یا نفس اعضا خوانده و آنها را به بردگی می کشاند؟ به چه علت در قرن 21 اجازه تماس و برقراری ارتباط با آنان را نمی دهد؟ به چه علت و دلیلی فرمان خودسوزی ده ها نفر را فقط برای نجات همسرش از زندان اروپا می دهد؟ به چه علت ممانعت از خروج نفرات از عراق می نماید؟ با چه منطقی باز هم خواهان ماندن در عراق آتش و خون هستند؟ و به چه علت داعش را نیروی مبارز و عشایر انقلابی می خواند؟ باز هم به چه علت جدا شدگان را متهم به مزدوری می کند؟ همانها که بیش از 10 تا 20 سال عمر خود را در این فرقه سپری کردند و چراهای دیگر. بله کاملا حرفتون درسته. اصلا یکی از دلایلی که رجوی به مخفیگاه رفت و هنوزم اونجا جا خوش کرده است، که دلیل اصلیش اینه که فرار از پاسخگویی بود. چون ایشان قبل از اینکه جنگ اتفاق بیفته، اصلا در صورتی که همه ابزارالات ماشینالات جنگی همه چی تو ترکیه و تو خلیج فارس از آمریکا اومده بودن، همه علایم نشون میداد، به قول اون روستایی که سیاسی هم نبود میفهمید که داره جنگ اتفاق میفته. آقای رجبی میگفت جنگ اتفاق نمیفته. بعدش جنگ اتفاق افتاد، بعد قبلش میگفت که اگرم بیفته ما میریم ایران. بعد جنگ اتفاق افتاد، ایشون هم که نتونستن برن ایران و این همه هم آدم کشته شدن، این همه خرابی به بار اومد، این همه جنایت شد تو فقط تو این صحنه جنگ. خب یک قلم باید میومد به اینا پاسخ بده. رجبی تنها راه ساده که ایران برد که بره فرار کنه و بره تو مخفیگاه و فرار از پاسخگویی بود. یکی پس یه دلیلش فرار از پاسخگویی بود، دلیل اصلیش، دلیل دیگه‌ش هم خب خطر جانی خودش بود. خاطر ترس از جونش همیشه تو سر بزنگه ها ما دیدیم که سال 60 هم همه نیروهای بی‌دفاع رو اونجا تو توی ایران رها کرد و خودش رفت تو پاریس جا خوش کرد. یا مثلا پاریس تو وزارت بلوپ مراندری سری اومد تو عراق و این شرایط هم به خاطر همینه. دقیقا هم جیره، وگرنه آره رجبی الان بیاد بیرون باید به هزاران سوالاتی که وجود داره از اون سوالات این دوستی که الان سوالاتش رو مطرح کردین، سوالای واقعی و همون سوالاتی هم که حتی نیروهایی که الان تو تشکیلات هستن تو همون لیبریتی هستن همین سوالات دارن. یا مثلا سوالات واقعی که آقای ایرج مصداقی هم مطرح کردن، اینا رو باید پاسخ بده. چون رجبی نمیخواد از این، چون سوالاتیه که پاسخ براشون نداره و پاسخش اگه بخواد بده خودش محکوم میشه، یعنی برای فرار از پاسخگویی هست که مخفیگاه رو اختیار کرده و هیچ موقع هم از اونجا بیرون نخواهد اومد مگر اینکه همونجوری که مجبورشون کردن سلاح رو به اصطلاح ترک کنن و ترک خاک بکنن. امروز یه روزی هم مجبور میشن، مجبورش میکنه یا به زور باید از اون مخفیگاهی که اگر وجود داره اگه هستش که نمیدونیم هنوز واقعا تو ابهام به قول شما معلوم نیست مرده زنده است، اگر مخفیگاه باشه اون روز هم باید با زور و مجبورش کنن از مخفیگاه بیاد و اون روز دیگر روزیه که باید بیاد پاسخگوی همه این سوالات به حق و واقعی باشه، چه از طرف نیروها و چه از طرف مردم ایران، مردم عراق و
ایرانیان آزاده تو همه سرتاسر دنیا باید به این سوالات پاسخ بده. دقیقاً درست، واقعا کاملا واقعیه و به خاطر همین هست که به خاطر فرار از پاسخگویی رجوی مخفی شده و نمیخواد از مخفیگاه بیاد بیرون. آقای جهانی، یکی از دوستان میپرسه که چند درصد امکانش هست با شناختی که شما از سازمان دارید که آقای رجوی فوت شده باشه، کشته شده باشه تو اون حملات و اینها بتونن این همه سال این موضوع رو مخفی کنن؟ اصلا قانون به اصطلاح اون کمپ اشرف اینها اینجوری نبوده که اگه یک کسی فوت شد باید مثلا به کشور عراق با اون ثبت اسناد، ثبت احوال اینها خبر بدن؟ آیا این امکان هست که ایشون فوت شده باشه یا کشته شده باشه ولی اینها بتونن این همه سال مخفی نگهش دارن؟ درصدش من حدود مثلا 10% تا 20% احتمال میدم که فوت کرده باشه، ولی این که مثلا بتونن اینا همچی چیزی رو مخفی کنن و به ثبت اسناد عراق اطلاع ندن و یا مخفی نگه دارن، این امکانش بود. چون تو تشکیلات رجوی ما که بودیم خیلی از افرادی که تو هم مناسبات فوت میکردن حتی داخل مناسبات هم خیلی ها نمیفهمیدن که فلانی فوت کرده و به چه دلیل فوت کرده، میبردنش رو چیز میکردن. چون نیرویی که اینا از هر جا از ایران یا از کشورهای اروپایی میآوردن عراق و تو تشکیلات دیگر در اختیار اینا بود و با قراردادی که با صدام داشتن اینا دیگه همه چیشون در اختیار اینا بود، مگر اینکه اینا خودشون یه روزی بگن ما این نیروی رو نمیخوایم، تحویل نیروهای عراقی میدادن و اونا رو میبردن تو ابو غریب و بعدش هم اون داستانها. ولی خیلی نیروها بودن تو همون اشرف هم که ما بودیم فوت میکردن و هیچ که خبردارم نمیشد که اینا فوت میکردن. من یادم بعضی موقع مثلا توی مراسمهایشون میبردن ما را توی مزاری داشتن، تو یکی قطعه به نام قطعه مرواری داشتن میبردن برای مراسمهای توی مزار، میرفتی سر قبر یه دفعه میدی یکی فوت کرده، هیچ کم خبر نمیده کی فوت کرده، خبر نداره. اینطوری اتفاقات اونجا میافتاد که مثلا هیچ که خبردار نشه حتی تو داخل تشکیلات چه برسد به ثبت اسناد عراق. ولی اینو من احتمالشم میدم در 20% شاید کشته شده باشه تو بمباران ها، چون من تا اونجا که میدونم تو جنگ اینا تو خود مسئول رجوی تو قرارگاهی بنام قرارگاه علوی که تو دیر کوه تو سمت جلولا درست کرده بودن، تو شرک جلولا سمت کرد شرک کردنشینه، یک قرارگاه درست کرده بودن تو دل کوه، قرارگاه واقعا چیز فرماندهی بود، اونجا رو کاملا با خاک یکسان کرده بودن هم تو حملات هوایی آمریکایی ها و انگلیسی ها. حالا یه احتمال اون در 20% که میگم احتمال این که ایشان اونجا بودن چون اون قرارگاه رو قرارگاه فرماندهیشون بود، احتمال داره اونجا کشته شده باشه چون خیلی از نیروهای حفاظتیش اونجا بودن کشته شده بودن یا مجروح شدن، زخمی شدن، پاهاشون از دست دادن. و این 20% 30% که میگم احتمال اونو میگم که فوت کرده باشه، یعنی کشته شده باشه. ولی خب هنوز در حاله از ابهام وجود داره، نمیدونیم واقعا زنده، ولی امیدوارم که زنده باشم و یه روزی پاسخگوی این همه چراهایی که الان چند تاشون رو شما خوندین از طرف دوستی که مطرح کرده بودن باشم. امیدواریم. خیلی ممنون آقای جهانی، اگر صحبتی دارید بفرمایید، اگر نه ما یه فیلم کوتاهی داریم این رو هر وقت که وقت باشه نشون میدیم و از عملکرد سازمان مجاهدین با خانواده های اعضای خودش به اصطلاح فیلم برداری شده نشون میده. امیدواریم شاهد فیلم جدیدی باشیم که سازمان مجاهدین به دنیا نشون بده که خانواده های افرادی که اونجا هستن عضو هستن میتونن با اینها دیدار داشته باشن، چون ما میبینیم الان جمهوری اسلامی با همه این ظلم هایی که میکنه حتی زندانیان رو مرخصی میده. ما هممون بیشترمون سربازی کردیم، میدونین شما وقتی سرباز هم هستی که بهش میگن اجباری خدمت وظیفه هرچی، باز اونجا مرخصی دارید، شما میتونید برید پدر مادرتون رو ببینید. و این بنده خدایی که خودشون با پای خودشون با میل و رغبت رفتن اونجا، حالا خانواده هاشون که میرن اونجا اینجوری به اصطلاح بهشون بی احترامی میشه. زمین این که جدیدن شنیدیم مادر یکی از اینها که سالها
پشت درهای اشرف و لیبرتی اشرف منتظر دیدن فرزندش بوده، چشم از جهان فرو بسته. در سوال از شما ممنونم، اگر صحبتی دارید بفرمایید، اگر نه خداحافظی کنیم از بینندگان و امیدوار بشیم در برنامه های آینده باز هم شما رو داشته باشیم. من صحبت خواستم بخواد در پایان میخواستم یه بار دیگر از این خانم و آقا و این زوج بقول رجبی بخوام و توصیه کنم بهشون که واقعا دست از سر این نیروهای بیگناه در این کمپ لیبرتی که گرفتار هستن بردارن و باعث نشن که دیگه بیش از این اونا عمرشون اونجا تباه بشه و از اون طرف خانواده هاشون در حسرت دیدار بچه هاشون بمانن و اینجوری عمرشون هم از دست بدن و نتونن بچه هاشون رو ببینن. واقعا به جای این خیمه شب بازی ها بیاد این کار رو بکنن، این تنها کار مثبتیه که میتونن بکنن و دستشون برمیاد، میتونن انجام بده. من دیگه صحبتی ندارم و از شما تشکر میکنم که این وقت در اختیار ما قرار دادید و همچنین از بینندگان و شنوندگان محترم تلویزیون مردم تشکر میکنم که حوصله خرج دادن و به عرایض بنده گوش قرار دادن. ممنونم از شما، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. منم همچنین، قربان خداحافظ. امید دیدم. خب دوستان عزیز، با آقای علی جهانی بودیم و اگر صحبتی دارید مستقیما با خود این دوستان میتونید تماس بگیرید. ایشون از کانون قلم، از کانون ایران قلم از آلمان بودن و معمولا این دوستان صفحه فیسبوک دارن، صفحه وبسایت خودشون رو دارن و اگر شما باز هم اطلاع بیشتری خواستید چگونه با این افراد تماس بگیرید، با اطلاعاتی که از تلویزیون مردم اینجا هست، این ایمیل ما، شماره تلفن هایی که میبینید میتونید تماس بگیرید. اون دوستی هم که پیغام گذاشته بودید هفته قبل برای آقای قربان علی حسین نژاد، پیام شما رو برای کانون آوا فرستادم. کانون آوا هم برای آقای حسین نژاد ارسال کرده و امیدوارم با شما تماس گرفته باشه. دوستان عزیز به یک ویدیو توجه کنید تا من با آقای تاج بخش تماس بگیرم و برنامه رو با هم پی بگیریم. مرسی.